بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند یکتا همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب و عزیز سنف نهم نه سلام وقتتان بخیر ان شاء که حال همه شما عزیزان خوب باشد با یازدهمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف نهم نه مهمان خانه های شما عزیزان هستیم امیدوار هستم که درس گذشته را به خوبی خوانده باشید خب عزیزان در ابتدای درس امروز ما بهتره که یک ارزیابی از درس گذشته داشته باشیم و بعد بریم که چیزهای جدید را امروز یاد بگیریم خب شاگردای خوب صنف نهم سوالات امروز ما و شما سوالات صحیح و غلط هست پس حواستان خوب خوب جمع کنید دریچه سپلهی و دوپلهی بین دهلیزها و بطن ها قرار داره خب شاگردای خوب کی میگه این سوال صحیح هست؟ آفرین به او شاگردایی که درس خوب خواندن و حواس خود خوب جمع کردن در جلسه, در گذشته ما و شما گفتیم که ما در قلب چهار دریچه داریم که دو تا در ده مابین دهلیزها و بطن ها و دو تا ای دیگه در ابتدای شریانهای خارج شونده از قلب قرار دارد خب دریچه که در بین دهلیزها ها و بطن ها بودن سپلهی و دوپلهی بودن پس این جمله صحیح است. سوال دوم دریچه ابهر پس از عبور خون از شریان ریوی بسته می شود این جمله ما و شما غلط است چرا غلطه؟ به خاطر از که دریچه ابهر در ابتدای شریان ابهر یا شریان آورت قرار داره نه در دا ابتدای شریان ریوی سوال سوم سمت راست قلب خون اکسیژن دار و سمت چپ قلب خون حاوی کاربون دایوکساید قرار داره هر کی میگه ای جمله غلط است او درست میگه به خاطر از ای که ما و شما میدانید در سمت چپ قلب چون خون از ریاها برمیگرده خون روشن هست خون روشن هم اکسیژن داره و در دا سمت راست خون تیره هست و ورید ها که خون به اونجا می ریزن. و این تیره بودن به خاطر کاربن دایوکسایده این سوال ما و شما سمت راست و سمت چپ قلبه جابجا جا کرده پس غلط است سوال بعدی شریان ریوی خون تیره و ورید ریوی خونه روشن داره او شاگردهای خوبی که در جلسات گذشته استثناء را خوب خواندن و خوب دقت کردن میدانه که این جمله یک جمله صحیح است ما گفتیم تمام شریان ها به استثنای شریان ریوی خون روشن داره یعنی شریان ریوی خونش تیره ها. و گفتیم تمام وریدهای ریوی به استثنای ورید ریوی خونه تیره داره ای به این معنا هست که ورید ریوی خونه روشن داره پس این جمله ما و شما صحیح هست خب شاگردان خوب دقت کنید سوال بعدی مسیر گردش خون کوچک از بطن راست شروع و به دهلیزه چپ ختم میشه این جمله ما و شما صحیح هست که گردش کوچک همون فلشی بود که ما برای شما از بطن راست میکشیدم تا دهلیز چپ که در این ما بین ریه های ما و شما هم قرار داره مسیر گردش خون بزرگ از بطن چپ شروع و به دهلیز راست ختم میشه ای هم جمله صحیح هست چرا که شریان ابهر از بطن چپ خارج میشه به اندام ها میره و وریدها به دهلیز راست میریزه پس این جمله صحیح است. سوال بعدی خوب دقت کنید خون دهلیز چپ از ریاه ها می آید و رنگش تیره است. شاگردای خوب این جمله ما و شما غلطه. شما در این جمله باید به سه نکته توجه کنید. یکی که وقتی میگه دهلیز چپ پس از ریه صحیح صحیحه اما رنگش دیگه تیره نیست چون خون تیره رفته به ریه تا تبادل گازات تنفسی انجام بده وقتی که از ریه ها بیرون میایه دیگه خونش رنگش روشن است چون کاربون دای داده و چی گرفته اکسیژن گرفته سوال بعدی خون دهلیز راست از اندام ها میایه تا اینج صحیح و رنگش روشن است اما همین نکته آخر باعث شده که ما و شما باید دور قین حلقه کنیم چرا؟ چون خونی که از اندام ها خارج میشه و به دهلیز راست قلب ما و شما میریزه رنگ تیره داره چون کاربون سایت داره سوال بعدی قلب انسان چهار حفره داره خب تا اینجی صحیح است دو حفره بالا بطن و دو حفره پایین دهلیز نام داره این باعث میشه که جمله ما و شما دیگه صحیح نشه چرا صحیح نشه چون جای دهلیزها ها و بطن ها رو جابجا جا کرده قلب ما و شما چهار حفره داشت اما دو حفره بالا دهلیز نام داشت نه بطن دو حفره پایین بطن داشت ای بطن نام داشت این سوال جای دهلیز و بطن ها را جابجا جا کرده خب شاگردای خوب سنف نهم امروز ما و شما یک چیز بسیار بسیار زیبا و قشنگ را یاد میگیریم به نام نبز به خاطر داشتید حتما پیش آمده که خدای ناخواسته یک کسالتی گرفتید و به نزد دکتر صاحبای محترم رفتید اونجی دکتر سایبا با دو انگشت خود نبز شما را میگیرند اما ای که ما و شما فکر میکردیم اونا چی چیز را حس میکنه زیر انگشتهای خودشان او نبز این نبز اصلا چی هست و چی چیز را برای ما و شما میگه بیانگر چی هست کارش چی ما چند نون نبز در بدن داریم چیزایی هست که امروز ما و شما یاد میگیریم خب شاگردای خوب تاثیر زربان قلب در رگاه که از روی استخوان میگذرند را نبز میگه این تعریف تعریف کتاب شما هست اما ما برای شما یک تعریف بسیار ساده تر میگم به عمل تنگ و گشاد شدن شریان ها. هر جایی که از روی یک استخوان رد میشه و ما حس میکنیم نبز گفته میشه هر دو تا چیز یکیه کتاب شما میگه که ضربان قلب ما و شما هر ضربه که قلب میزنه و خون با فشار وارد شریان ها میکنه ما همی ضربانه بر روی هایی که از روی استخوان رد میشه حس میکنیم خب او علتش به خاطر از این هسته که با هر ضربه قلب شریانهای ما و شما تنگ و گشاد میشه و با تنگ و گشاد شدن خودشان نبض را به وجود میارن خب افراد بالغ چند تا نبض داره خب بارا پیش آمده که زمانی که شما شاگردای خوب از یک چیزی میترسین یا استرس دارید یا نگرانین خودتان احساس میکنین ضربان قلبتان زیاد شده زمانی که میدوین زربان قلب شما چی میشه زیاد میشه اما ضربان قلب در یک آدم یا یک انسان بالغ در یک دقیقه هفتاد تا هشتاد ضربه هست اما در کتاب شما گفته هفتاد ضربه ما و شما هم همیره مبنا قرار میدیم هفتاد ضربه در یک دقیقه تعداد زربان قلب یک انسان بالغ هست اما سوال پیش میاد که دکتر سایبا که یک دقیقه کامل زربان نبز ما و شما را نمیشماره خب اونا بنا به تجربه،, تجربه کاری که کسب کردن در نیم دقیقه یعنی در سی ثانیه ممکنه نبز رو بشمارن و ضرب دو کنن و در یک دقیقه زربان را حساب کنن یا اونقدر زربان نبز مریضای مختلف را گرفتن که با ریتم همون زربان نبز یعنی با تون زدن یا کون زدن دکتر صاحبا تشخیص میدن که این ضربان نبز از فرد طبیعی هست یا غیر طبیعی ضربان قلب هر چی سن کمتر باشه تعداد ضربان بیشتره ولی شدت کمتر هر چی سن بالا میره بالغ میشه تعداد ضربان کمتر میشه و شدتش هم قوی تر میشه طوری که ما میتونیم بگیم در مردها تعداد ضربان قلب کمتر ولی قوی تر میزنه اما در زنان تعداد ضربان بیشتر ولی ضعیفتر میزنم اما همونطور که در این تصویر میبینین زربان نبز را هیچ وقت به کمک شست خودتان نگیرید چرا که انگشت شست ما و شما خودش نبز داره و در شمارش نبز ما و شما دچار اشکال میشیم زربان نبز را به کمک سه انگشت یا دو انگشت دیگر از جاهایی که یک رگ از روی استخوان رد میشن میبینیم خب انشاءالله در جلسات بعدی اگر فرصت پیش آمد چون خارج از درس شما هست ما برای شما نحوه گرفتن نبز و انواع نبز را یاد خواهم داد خب ما گفتیم که چه چی چیزای زربان قلب بالا میبره انجام کارای سقیل یعنی کسانی که کارای سخت را انجام میدن زربان قلب اونا یعنی زربان نبزشون بالا میره یک مورد دیگه که من فراموش کردم تبم هست انسان وقتی دچار تب میشه زربان نبز بالا میره که به خاطر افزایش زربان قلب هست رایشترین نبزی که و ما و شما دسترسی داریم نبزی هست که در راستای انگشت شست ما و شما هست انتهای انگشت شست در مچ دست شریان از روی استخوان عبور رو میکنه و ما با دو انگشت خود به راحتی نبز را احساس میکنیم اما ما باید دقت داشته باشیم که فشاری که ما بر روی دست وارد می کنیم نباید خیلی زیاد باشه چون اگر فشار خیلی زیاد باشه هم ما مسیر شریان میبندیم می بندیم و ضربان نبز از زیر دستان خودمون احساس نمی کنیم خب شاگردهای خوب سیستم گردش مواد یا سیستم گردش خون در راستای یک سیستم دیگه ای کار میکنه در بدن ما و شما تحت عنوان سیستم لنفاوی دو تا سیستم جداگانه هست اما از نظر کار و عمل کرد بسیار نزدیک یکدیگر هست و مشکلات یا اختلالاتی که در یک سیستم به وجود بیاید او سیستم دیگر هم دوچار عوارزی میکنه به همین دلیل در همین جا در کتاب شما سیستم لنفاوی را هم معرفی میکنه سیستم لنفاوی شامل مایع لمفی رگه های لنفاوی و اقدات لنفاوی هست رگهای لنفاوی یک تفاوت اساسی و مهم بار دیگر رگهای بدن ما داره و ای هست که در رگهای دیگه در داخلشان خون جریان داره اما در داخل از این رگها مایع لنف اما مایع لنف چیه باز یکم یک پیشتر بریم برای شما امروز میگیم مایع لنف چیه فرق دیگه رگهای لنفاوی اینه که رگهای لنفاوی یک سرش بسته است و از یک سر به اوقات لنفاوی میرسه اما رگهای های دیگر بدن ما هر دو سرش بازه و رگهای های لنفاوی پس خاطر داشته باشید که یک سرش بسته است. اما مایه لنف از کجا می آید؟ با هر ضربه قلب خون با فشار وارد شریان ها میشه که بر اثر این فشار مقدار مواد منحله یعنی موادی که در دا داخل خون حل شده از ها به انساج رها میشه این مواد مستقیما به شریان ها بر نمیگردن بلکه اونا وارد های لنفاوی میشه و پس از عبور از عقدات لنفاوی دوباره پس به داخل گردش خون یا به داخل رگهای بدن ما و شما بر میگردن اما حالی ما به شما شاگردای خوب را بهتر و واضحتر تشریح میکنیم که در کجا هست ایرک های لنفاوی و این مایه لنف از کجا تأمین میشه سیستم لنفاوی شاگردای خوب در نظر داشته باشید که این شریان‌ها ها هست که باریک میشه و وریدها رو به وجود میاره در دا داخل یک عضو یا اندام و این سرش وریده یعنی ما اینجا وریده داریم و اینجا شریانه داریم خب ما گفتیم که این وریدها و شریانها که شاخه شاخه میشه در مجاورت حجرات بدن مویرگ نامیده میشه که با میکروسکوپ دیده میشه و با چشم دیده نمیشه خب اینا مثلا حجرات بدن ما و شما باشه اینام هم حجرات هست هم در بالا و هم در پایین ما های لنفاوی را بیشتر در جای مبادلات مواد میبینیم این یک رگ لنفاوی هست رگ های لنفاوی یک سرشان بسته هست خب شاخه شاخه میشه مانند موی های بدن ما و شما و شاخه های متعدد اما آخر به اقدات لنفاوی میرسه اینجا ما اقدات لمفاوی را داریم که <applause> این اقدات لمفاوی باز پس رفته دوباره به وریدها راه پیدا میکنه خب حالا اینجا ما و شما چی میخوانیم؟ میگیم زمانی که قلب با فشار خون وارد ها میکنه در دیواره های مویرگ ها ما یک سری منافذی زیره داریم شریان ها هم به همین صورت چون که خون با فشار وارد شریان ها میشه یک سری از مواد به بیرون تراوش میکنه همه مواد به خاطر داشته باشید شاگردا بجز کرویات سرخ و پروتئینها ها مابقی مثل آب مثل مینرال ها مثل چربی ها و همه مواد دیگه که از نظر اندازه خردتر هسته از این منافذ خود میکشانه به بیرون و میآید در ما بین انساج و حجرات خب این مواد که در مجاورت حجرات قرار گرفتن حالا اکسیژن وارد کاربون اکساید خارج به عبارت عمل تبادل انجام میشه خب همه این موادی که خارج شدن اگر مثلا 100 مولکول یا 100 درصد مواد که وارد انساج شدن وارد اطراف حجرات آمدن 90 درصد این مواد دوباره به وریدها بر میگرده اما ده درصد باقی مانده خود به داخل رگهای لنفاوی میرسانه ای ده درصد باقی مانده ی. در داخل رگهای لمفاوی ما دیگه خون نداریم بلکه مایع لمفاوی داریم پس اگه جایی سوال بشه منشه مایع لمفاوی چی هست میگیم موادی که از داخل ها در محل تبادل در محل ها به بیرون تراوش کرده ده درصد این مواد وارد رگهای ای به نام رگهای لمفاوی میشه خب معمولا جزوی از این ده درصد شهمیات یا چربی ها هم هست که به داخل رگ های لنفاوی می آید خب مابقی بقیه 90 درصد پس دوباره به داخل ورید ها می اما اینجا نیروی قلب بود که مواد به بیرون شریان هل داد اینجا چه چی چیزی باعث میشه دوباره مواد به داخل ورید ها بره حضور همه پروتئین ها هستند پروتئین ها در دا داخل این رگ های ما باعث میشه که یک شبیه به نیروی اسموزی اینجا به کار بیاید شما پدیده اسموز در بیولوژی سنف هفت خواندید که وقتی قلزت در این قسمت بالا بره چون آب و مینرال ها خارج شده بود دیگه پس مواد درشت مثل کرویات سرخ و پروتئین ها باقی مانده بود قلزت در قسمت وریدها بالا رفت یک نیروی اسموسی به وجود میاید که مواد پس به داخل خودش میکشانه همین منافذ ما جداری وریدها هم داریم 90 درصد مواد دوباره تحت نیروی اسموسی کشیده میشه به داخل وریدها ده دا درصد باقی مانده به داخل رگهای لنفاوی میره خب حالا ما این سفر این مواد در دهی قسمت بالا ایشالا در فصل سیستم اطراحیه میخوانیم که در اونجی چه اتفاقی میفته اما این ده درصد میخوانیم خب این ده درصد مواد که وارد رگهای لنفاوی شد از بخش های مختلف سر راه خود به یک جایی رسد به نام اقدات لنفاوی شاگردهای خوب خوب دقت کنید در دا داخل اقدات لنفاوی ما کرویات سفید خون داریم اینشاالله در دا سالهای بعد میخوانیم که در مابین کرویات خون کرویات سفید هستند که قدرت عمل دیاپیدز دارند. عمل دیاپیدز یعنی چی؟ یعنی خودشان باریک میکنه و از رگها خارج میشه همین قدرت باریک کردن و وارد شدن یا خارج شدن از منافذ را میگن عمل دیاپیدز کرویات سفید خون به خاطر توانایی دیاپیدزی که داشتن خود به اوقات لنفاوی میرسانه و اونجا منتظر میمانه تا به کمک این ده درصد مواد میکروب ها و عوامل بیماریزا که وارد بدن شده بره و اینجا کرویات سفید خون اونا رو بگیره و از بین ببره یک کار دفاعی هم به اصطلاح اینجا انجام میده خب حالا مواد بعد از عمل تبادل و تغییرات کیمیاوی که به روی اونا صورت میگیره دوباره به وریدها باز میگرده پس مایه لنفاوی مستقیما به وریدها بر نمیگرده ابتدا به اقدات لنفاوی میره و بعد از عمل تصفیه و بعد از عمل دفاعی که کرویات سفید خون انجام میده که اونا را از بین میبره ما بقیه مواد دوباره پس به سیستم یا به عبارتی به گردش خون ما و شما بر میگرده خب این رگهای های لنفاوی بود حالا ما و شما شناختیم مایه لنفاوی و عقدات لنفاوی که این سه جز در کنار یکدیگر سیستم لنفاوی را تشکیل میدن خب شاگردای خوب خوب است همینجا بدانیم که این اقدات لنفاوی در کجاها بیشتر قرار داره در اطراف گردن در زیر بغل در کشاله های ران در اطراف ناف این جاهایی هست که اقدات لنفاوی در اونجی حضور داره شاید دیده باشید که وقتی ما و شما دچار سرماخوردگی ریزش یا خدای ناخواسته آنفولانزا میشیم و به دکتر مراجعه میکنیم دکتر به کمک یک چوب لیسک انتهای حلق ما و شما را میبینه خب در انتهای حلق ما و شما هم یک لوزه های وجود داره که اونجا هم محل تجمع میکروب ها هست و کرویات سفید که میکروبها را از بین میبرن عقدات لنفاوی مانند یک دانه های لوبیای شکل زنجیری پشت سر هم هست که در گردن ما و شما پس در زیر بغل در کشاله ایران هم قرار داره خب شاگردای خوب چیزایی که من پای تختی برای شما تشریح کردم باز در کتاب یک سری تصاویر از اونها آورده شده که شما او را بهتر در اینجا میبینین شریان ها رو میبینین ورید ها رو میبینین و این رگه های سبز رنگی را که شما میبینید همون رگه های در واقع لنفاوی است چون شاخه شاخه شده به نام موی های لنفاوی یاد میشه که پایتخت ما برای شما کامل تشریح کردم که مواد درونش از کجا آید و به کجا خواد رفت خب در این قسمت هم شما شریان و ورید میبینین و همو مطالبی که من برای شما گفتم یک سری منافذی در روی جداره نا قرار داره که وقتی که خون با فشار از این ها عبور میکنه این مواد از داخل از این منافذ یا سوراخ ها خارج میشه بجز کرویات سرخ خون و پروتئین ها خب باز هم از نزدیک برای شما یک کرویات سفید خونه اینجا در تصویر آوردیم که یک عامل بیماریزا را به دام انداخته و در حال از بین بردن از او عامل بیماریزایه. حالا این کرویات سفید در کجا بود در اقدات لنفاوی خب شاگردای خوب در قسمت از درس ما و شما با چند نمونه اختلالات دوران خون یا قلب یا بیماریهایی که مربوط به فشار خون و امراض این جمله است آشنا میشیم میدانیم که سالانه صدها هزار نفر در جهان به خاطر بیماری های قلبی و خونی و اختلالات گردش خون از بین میره بیشتر علت این امراض به خاطر چاقی و فشار خون هست خب علتهای دیگه ای هم داره اختلالات گردش خون مثل من جمله کشیدن سیگرت هست کلسترول خون هست فشار روحی و کم تحرکی هست اینها عوامل مستعد کننده هستند یعنی عواملی هستند که زمینه ابتلا به امراض گردش خون بالا میبره خب ما و شما میتونیم از طریق رژیم غذایی مناسب از طریق حفظ صحت و ورزش منظم ای احتمال ای اختلالات کاهش بدیم خب اگر ما و شما در غذای خودمون دقت نکنیم روغن زیاد مصرف کنیم کم تحرک باشیم فعالیت فیزیکی کمی داشته باشیم روز به روز افزایش وزن پیدا می کنیم چربی خون ما و شما بالا میره و مشکلات قلبی و بیماری های قلبی و فشار خون رو هم برای ما و شما در پی خواهد داشت شایع ترین بیماری ها یا اختلالات گردش خون حمله های قلبی هست علت حمله های قلبی چی هست شاگردای خوب یادتان هست وقتی رگاه ها و شریان ها را من برای شما تشریح کردم گفتم که یک شریان یک شاخه اصلی شریان ابهر به نام شریان کرونری یا اکلیلی بود که به خود حجرات قلبی خونرسانی و اکسیژن رسانی میکرد خب علت حمله قلبی بندش همی شریان کرونری یا اکلیلی قلب هست خب حالا علت ای بندش چی میتونه باشه خب تنگ شدن شریان هست این شریان کرونری یا اکلیلی که تنگ میشه دچار انصداد میشه و به عبارتی بندش به وجود آید و اکسیژن به خود عضلات قلبی نمیرسه و عضلات یا حجرات خود عضله قلب ما و شما دچار نقص و اختلال میشه اما چه عواملی باعث میشه که این شریان تنگ شوه که به دنبال از او دچار بندش بشه یک چیز بسیار مهم به نام چربی خون یا کلسترول هست خب تنگ شدن شریان از رسوب چربی یا کلسترول در جدار رکها به وجود می آید. دو تا تصویری که من برای شما آوردم یکی از داخل شریان ها هست می که در دا داخل شریان یک قسمت یک رسوبی را ما و شما که زرد رنگ هست در اینجی می بینیم که این همو کلسترول یا چربی خون هست که فردی که چربی خون او بالا بره و از حد طبیعی خارج بشه این چربی اضافی رسوب میکنه و بیشتر از همه در جدار شریان ها هست خب میبینید که کرویات سرخ خون و سفید خون جای کمتری برای عبور داره حالا از این تصویر کنار شما میبینید که این رسوب دو طرفه بوده ما انواع رسوبات که انشالله باز هم اگر در درس های گذشته فرصت بشم میگیم اما یک نکته کوچک کوتاهی را همینجا برای شما بگیم بعضی وقتا رسوبا یک جانبه ها. مانند تصویر کنار فقط در یک قسمت از جدار شهریان ها رسوب میکنه اما بعضی مواقع دو طرفه است یعنی در دو طرف جدار شهریان ها کلسترول یا چربی رسوب میکنه و رگ بسیار مسدود و تنگ میشه و حتی ممکنه به طور کامل بسته شود خب اینجا وقتی که کرویات عبور پیدا میکنه این کرویات آسیب میبینه و تشکیل لخته رو میده و خدای نکرده اگه این لخته در داخل شریان های کرونری بره باعث سکته های قلبی و اگر داخل مویرک های مغزی بگیر قرار بگیره مسیر خونه ببنده دچار سکته های مغزی ما و شما میشیم اختلال دیگه فشار خون بلند یا هایپرتنشن هست که شایع ترین اختلال جز شایع ترین اختلالات گردش خون هست قلب با انقباز خود خون را به داخل شریان ها وارد میکنه فشار خون اصلا چیه؟ فشار خون همون نیروی هست که خون در حین عبور از داخل شریان ها به جدار شریان ها وارد میکنه هر چقدر فشار خون بیشتر باشه نیروی بیشتری به جداره شریان ها وارد می‌شه. و همین خاطر است که وقتی فشار بعضی از افراد بسیار بالا میره دچار سردرد میشن چون در داخل مغز ما و شما مویرگه های بسیار نازکی قرار داره که این فشار خون که بالا باشه جدار اونها را به شدت تحریک میکنه و خدای ناخواسته اگر این فشار خون کنترل نشه سبب پارگی مویرک های مغزی میشه و خونریزی های مغزی هم اتفاق میفته خب گفته قلب با انقباز خود خون را با فشار وارد شریان ها میکنه و این و این فشار وارد به جدار شریان ها رو فشار خون میگه این فشار خون ما چگونه اندازه میگیریم به وسیله یک آله ای به نام فشارسنج هست این فشارسنج که به دست بسته میشه و توسط یک پمپ هوایی پمپ میشه با فشاری که این کیسه هوایی ایجاد میکنه شریان میبنده و زمانی که آهسته آهسته پمپ هوا هوا را خالی میکنه یعنی راه باز میکنه تا خون از اون قسمت عبور پیدا کنه با همون شدت و نیرویی که رد میشه فشار سنج ما و شما همون فشار یا شدت نیرو را اندازه میگیره که بر حسب میلیمتر جیوه است و این فشار خون بزرگترین احتمال خطر برای حمله های قلبی هست افرادی که فشار خون بالایی دارند باید حتما هم از نظر رژیم غذایی و هم دارویی توجه زیادی داشته باشه که خدای ناخواسته فشار بالا سبب حمله های قلبی نشود خب شاگردهای خوب سنف نهم ما احساس میکنم امروز مطالب بسیار مهم ما خوب را یاد گرفتیم انشالله که ما و شما در زندگی روزمره خود ما هم این مطالب به کار ببریم در نوع رژیم غذایی در استفاده از مقدار چربی ها در توجه و اهمیت دادن به کنترل فشار خون کنترل وزن که بینیم همه اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم به سلامت قلب ما و شما ارتباط داره و به طوری که حیات ما و شما به قلب ما و شما بستگی داره انشالله که تا جلسه بعدی در سلامتی کامل به سر ببرید شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدا یار و نگهدار شما